روز دوشنبه 7 خرداد مجلس جدید رژیم بازگشایی شد. خامنه‌ای در پیامی به این مجلس نسبت به کشمکش‌ها و اختلافات هشدار داد و از جمله گفت مجادلات مضر سیاسی وقت و عمر کوتاه دوران مسئولیت را به خود مصروف نسازد، وگرنه ظرفیت نمایندگان ضایع خواهد شد و این خسارت بزرگی است. خامنه ای به این مهرها که همه از چند مدار چک و به اصطلاح خالص سازی گذشتن، چرا چنین هشداری میده و چه چیزی رو گوش زد میکنه؟ این خسارت بزرگ چیه که نسبت به اون هشدار میده؟ برای پاسخ به این پرسش ها همراه هستی با آقای عباس صنوبری. آقای صنوبری سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمدید. منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنان و در خدمتتون هستم. از نظر شما این هشدارهای خامنه ای اون هم در یک چنین وضعیت خاصی چه معنایی داره؟ فهم محتوای حرفایی که خامنه ای امروز در پیامش به شروع مجلسش گفته نیازمند اینه که ما الان بدونیم که اصلا خامنه ای در چه موقعیتیه، یعنی منظورم بعد از حذف رئیسی به عنوان آجر زیرین بنایی که خامنه ای چند سال برای ساختن اون تلاش کرده امروز نیست. در چنین موقعیتی هستش که خامنه ای این حرفا رو زده. اگه برگردیم به پیامش و کلماتی رو که به کار برده، فکر میکنم حرفم بهتر مفهوم میشه. همونطور که شما الان اشاره کردید، خامنه ای توی پیامش میگه که مجلس باید آرام بخش، امید آفرین و دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد. ببینید، آرام بخش یعنی خامنه‌ای به شدت از هر نوع نارامی میترسه. یا وقتی که میگه امید آفرین، این واژه رو و این تعبیر رو خامنه‌ای خیلی زیاد تا حالا به کار برده. قبل از اون و همراه با اون رئیسی هم خیلی به کار می برد این مسئله رو، امید آفرینی. ببینید، توی فرهنگ و توی اون کلماتی که در واقع خامنه‌ای و رئیسی به کار می بردند، اونها خشم و نفرتی رو که مردم از تمامیت این رژیم داشته و دارند رو ناامیدی تعبیر میکردند و میکنند. و در مقابل این به مجلس داره میگه که امید آفرینی کنید. یعنی این خشم و نفرت به حقی رو که مردم ایران نسبت به این رژیم دارند و برخواسته از ظلم و ستم و فساد و غارت و چپاول و جنایتیه که این رژیم در حق مردم ایران کرده، به خود مردم ایران نسبت میده و عاملش رو هم میگه دشمن این رو به وجود میاره، در حالی که خب برای مردم ایران روشنه که موضوع این نیست و در واقع میخواد اون خواسته ای رو که نتیجه این خشم و نفرت عمومی از رژیم، از تمامیت رژیم هست، یعنی قیام و سرنگونی رو به این ترتیب انکار کنه. خامنه ای در یه بخش دیگه بیگه که دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط عمومی کشور باشد، یعنی مجلس اینطوری باشه. خب این هم دقیقاً بیان کننده اون ترسیه که خامنه ای داره و اون هم باز شدن کلاف قیامه که تهدید اصلیه که خامنه ای در رابطه با این وضعیتی که درش قرار داره احساس میکنه. در واقع اینطوری داره هشدار میده به این به اصطلاح نماینده ها که با هم جنگ و دعوا نکنین، چون اگه جنگ دعوا بکنین اون چیزی که خودش بهش گفت خسارت بزرگ، اون اتفاق خواهد افتاد. یعنی در واقع خامنه ای با همه این حرفاش داره به همه این نماینده ها در ابتدای دورشون داره موقعیت رو گوشزد میکنه. بله. آره، خطر قیام و سرنگونی این رژیم رو تهدید میکنه، یا در واقع به این شکل میخواد اونها رو هوشیار کنه که
مواظب چنین خطری باشن، جنگ و دعوا با هم نکنن، امید آفرینی کنن. آقای صنوبری معذرت میخوام، این اختلافات در مجلس رژیم که همیشه بوده و چیز جدیدی نیست، الان هم خب این اختلافات معلومه که هست و خواهد بود، اما چرا خامنه ای از اون با عبارت خسارت بزرگ در واقع نام میبره؟ ببینید، همونطور که در اول صحبتم اشاره کردن، همه اینها رو باید عطف به موقعیت فعلی خامنه ای دید. بله، جنگ و دعوا همونطور که شما اشاره کردید درسته، همیشه در این مجلس وحوش وجود داشته، ولی الان این رژیم در تمامیتش بعد از حذف رئیسی در موقعیتی که دیگه مثل گذشته نیستش که این جنگ و دعواها بی تأثیر باشه. یک مثال بزنم برای اینکه حرفم مفهوم تر بشه. ببینید، مثلا فرض کنیم یک بیماری که بیماری زمینه ای داره، مثلا دیابت داره یا بیماری قلبی داره یا بیماری های شبیه این، در شرایطی که یک بیماری جدید همه‌گیری میاد مثل کرونا، این بیمارانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند، اینها وضعیتشون نسبت به مردم عادی، نسبت به افراد عادی فرق میکنه. یعنی بیماری جدید کرونا به اون قسمتی از جسم اینها که خودش زمینه بیماری دیگه ای رو داره، یک بیماری زمینه داره، به اون میزنه و اون رو تشدید میکنه. به عبارت دیگه، یعنی به مراتب آسیب پذیرتره. دقیقاً، انگاری که در اون بیماری زمینه ای ضرب میشن. حالا این رژیمی که الان وجود داره، یعنی موقعیتی که خامنه ای درش وجود داره، در همین دو سه ماه اخیر این رژیم از دو تحریم، دو پتک تحریم که به سرش خورده عبور کرده. یکی تو اسفند ماه که بنابر همه گزارشاتی که به طور دقیق نیروهای مقاومت از داخل کشور بعد از رصد هزاران حوزه عکس رأی دادن، ماکسیموم شرکت کننده ها در این، در اون به اصطلاح نمایش انتخاباتی زیر 8-9% بود. یعنی 92% مردم ایران اون رو تحریم کرده بودن، کسانی که چیه؟ دارای حق رأی هستن. این یک. بعد از اون در دور دوم اون نمایش انتخاباتی که دیگه وضعیت خیلی از اینم بدتر شد برای رژیم، و اونم اینه که خود رژیم اعتراف کرد که 93% مردم ایران در تهران این نمایش انتخاباتی رژیم رو تحریم کردن، و حتی نماینده هایی که از جانب رژیم وارد اون مجلس شدن در این دور دوم به اصطلاح منصوب شدن، اینها کسانی بودن که با 2.5 تا 3.5% رأی دهنده ها در واقع وارد مجلس شدن. رژیمی که چنین چیزی رو از سر گذرونده یا چنین ضرباتی رو خورده، و شما میدونید که قانونمند هر ضرب وقتی که ضربات متوالی به یک پدیده میخوره، درست حتی امکان داره در ظاهر وضعیت ظاهری اون پدیده تغییر نکنه، ولی بافت‌های درونی اون شروع به انفکاک، شروع به از هم گسستن میکنن و به مراتب اون پدیده ضعیف میشه در مقابل ضربات بعدی. حالا این رژیمی که از چنین ضرباتی عبور کرده، میخواد در مثلا 8 تیر یک همه پرسی یا یک به اصطلاح انتخابات دیگه ای رو از سر بزنه. این رژیم به مراتب ضعیفتره و طبعا تو این موقعیت بسیار آسیب پذیرتره. برای همین هم هستش که خامنه ای که همون روز، اگه نظرتون باشه، روز اولی که خبر سقوط هلیکوپتر رئیسی اومد، خامنه ای اومد به صحنه، خودش اومد به صحنه گفت در وضعیت کشور هیچ اخلالی به وجود نمیاد، ولی وقتی الان رفته در خونه رئیسی، اونجا خودش به صراحت اعتراف میکنه که این ضربه‌ای که خوردن ضربه جبران ناپذیریه. بگذارید من جمله خامنه ای رو بگم خدمتتون، که میگه ما که هر چی فکر میکنیم، بنده هم برای خودم و هم برای کشور
هم به خصوص برای خانواده احساس میکنم که هیچ جبرانی نداره. جبرانی نداره، غیر قابل جبرانه. خسارت سنگینی است، داغ بزرگی است. ببینید اینا حرفای خود خامنه ایه. این چیزی که ما میگیم یعنی خسارت بزرگی که خامنه ای گفته، بیش از من و شما اون خودش احساس میکنه که نظامش در مقابل شرایطی که وجود داره، چون این جامعه ما جامعه انفجاریه که هر لحظه امکان داره درش اون انفجار شادی بخش یعنی قیام اتفاق بیفته، برای همین اون بیش از همه احساس میکنه. برای همین هستش که هشدار میده نسبت به خسارت بزرگ یعنی قیام و سرنگونی. ولی طبعا با موقعیتی که خامنه ای داره، موقعیتی که رئیسی توش حذف شده و مردمی که خشم و نفرتشون به نهایت رسیده، از این خسارت بزرگ هیچ گریزی نخواهد داشت. بله، خیلی متشکرم از شما آقای صنوبری. منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادی. خواهش میکنم، متشکرم.